روسیه. حکومت آن کشور ایفای نقشه را در پرواز ادوارد سنودن از هنگ کنگ به روسیه رد کرد و اتهامات ایالات متحده را غیر قابل قبول خواند. افغانستان. قوای امنیتی میگویند که تمام مهاجمینی که امروز صبح در کابل بر منطقه ارگ ریاست جمهوری ترجم بردند کشته شدند. هند. تعداد تلفات سیلاب در ایالت اوتراکاند به بیش از 1000 رسید. برزیل. با وجود تعهد دلما روسف رئیس جمهور به اصلاحات، تظاهرات همچنان در ریو دی جنرو ادامه دارد. ترکیه. شاروال استانبول گفت که مظاهره کنندگان اعتبار آن شهر را برای میزبانی مسابقات المپیک سال 2020 کاستند. آفریقای جنوبی. مردم برای بهبود وضع سی نلسن مندلا دعا می کنند.